سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. ما تو ماه فوریه یا در واقع هم ماه بهمن قرار داریم که این 6 فوریه رو به عنوان در واقع روز بین المللی عدم هر گونه مدارا یا مثله کردن جنسی زنان نامگذاری کردن. ختنه یا بریدن آلت تناسلی زنان شامل حذف جزء یا کامل بخشهایی از حالت تناسلیه که کاری در واقع غیر پزشکی و با ناقص‌سازی جنسی همراهه که همراه با درده و تا آخر عمر زنی که این کار رو باش انجام میشه، یعنی مورد عمل ختنه قرار میگیره، این درد باش هست. چون اگه عفونت یا مرگ باعث از بین رفتن این زن نشه، میتونه باعث در واقع از بین رفتن، یعنی پایانی باشه بر لذت جنسی این زن در تمام عمر. از دهه 90 میلادی این عمل علاوه بر مسئله پزشکی به یه موضوع حقوق بشری تبدیل شده که در اون حقوق اساسی کودکان و زنان نقض میشه. در این ارتباط ما همراه میشیم با خانم باقری‌شاد، روزنامه نگار، مدیر شبکه مردان علیه خشونت ناموسی، تا ازشون بپرسیم که اصلا به چه علت 6 فوریه رو روز بین المللی هر گونه مدارا یا مثله کردن جنسی زنان نامگذاری کردن، اهداف ختنه کنندگان اصلا چی هست؟ آیا اصلا عمل ختنه با اعتقادات مذهبی همراه هست یا نه؟ خاص مثلا گروه مسلمانان هستش یا نه همه رو در بر میگیره؟ در چه کشورهایی اصلا این مسئله رواج داره؟ آیا در کشور ایران هم این مسئله وجود داره؟ و اگه داره آیا قانونی بر علیهش هست یا نه؟ سلام خانم باقری‌شاد. سلام، وقت شما بخیر. وقت شما بخیر، خوش اومدین. ممنونم خانم باقری‌شاد. همونجور که شنیدین میخوام ازتون بپرسم که خب میدونین مسئله ختنه، اینکه یه روز 6 فوریه رو روز بین المللی عدم هر گونه مدارا یا مثله کردن جنسی زنان نامگذاری شده، به چه علت اصلا این روز رو به این نامگذاری کردن؟ ببینید، من ترجیح میدم از عبارت ناقص‌سازی اندام جنسی استفاده بکنم. ناقص‌سازی اندام جنسی زنان که حالا به ختنه زنان هم معروف هست، یکی از خشن‌ترین اشکال خشونت‌های علیه زنان هست که زیر مجموعه یا حالا جزئی از یا حالا یک نوعی از خشونت‌های ناموسی محسوب میشه و قدمت تاریخی خیلی خیلی طولانی داره. یعنی منشأ تاریخی قطع یا حالا ناقص‌سازی اندام جنسی زنان به مصر باستان برمیگرده و این معضل همچنان با وجود اینکه سازمان ملل متحد پیش از این امیدوار بود بتونه تا سال 2030 این نوع خشونت علیه زنان رو به طور کامل پایان بده در جهان، همچنان وجود داره و نه تنها این امیدواری از بین رفته، بلکه در دوران پاندمی کووید 19 یا کرونا اتفاقا تشدید هم شده. یعنی بر اساس گزارش هایی که رسیده از سازمان ملل، ما میبینیم که تعداد دختران و زنانی که و کودکانی که در این دوران مورد خشونت ناقص‌سازی اندام جنسی قرار گرفتن افزایش هم پیدا کرده. پس اهمیت بسیار ویژه‌ای داره این مسئله برای به حال فعالان حقوق زنان، برای محققان و برای همه سازمان‌های بین‌المللی یا به اصطلاح ملی و غیره که در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت می‌کنند. وقتی که همچنان پیش‌بینی میشه که
در تا پایان دهه، یعنی تا سال 2030، علیرغم اینکه امیدوار بود سازمان ملل که پایان بخشیده بشه به این مسئله، اما الان با وجود پاندمی کرونا پیش بینی میشه که تعداد افرادی، یعنی زنانی که تا سال 2030 ناقص‌سازی اندام جنسیشون صورت میگیره به 70 میلیون نفر برسه. ما میتونیم درک بکنیم که چقدر این مسئله، چقدر این موزل جدی هست. و از طرف دیگه خیلی از کودکان مورد این خشونت قرار میگیرن و این هم مزید بر علت میشه که این مسئله هم به عنوان یکی از مهمترین مسائل مصادیق خشونت علیه زنان و هم مصادیق خشونت علیه کودکان از طرف سازمان‌های بین‌المللی مورد توجه قرار بگیره و حالا یک روز به صورت سمبولیک البته برای مبارزه با این نوع خشونت قرار داده بشه. ولی خب می‌دونیم که این مبارزات محدود نیست به حالا یک روز خاص حالا در تقویم جهانی. خانم بارشاد، اصلا اهداف این ختم کنندگان چیه؟ چرا این کار رو انجام میدن؟ خیلی خیلی سوال مهمیه. مثل همه انواع خشونت‌های علیه زنان، خب ریشه این نوع خشونت هم برمیگرده به ارزش‌های پدرمردسالارانه، خب این که دیگه روشنه. اما مثل همه خشونت‌های ناموسی، ناقص‌سازی اندام جنسی زنان هم در رویکرد به اصطلاح کنترل سکسوالیته و بدن زنان ریشه داره. یعنی تفاوتی با بقیه انواع خشونت‌های ناموسی در این زمینه نداره. اون تفکری که فکر می‌کنه بدن زن، سکسوالیته زن یک منشأ لذت مردانه، دو جزء مایملک مردانه، سه منبع آبرو و شرف و حیثیت مردان و خانواده هست، همون روی کرد کنترل مردان بر به اصطلاح بدن و سکشوالیته زن رو مجاز میشموره، مشروع میدونه و همون روی کرد در یکی از شدیدترین شکل‌های خودش به شدیدترین نوع کنترل، یعنی به ناقص‌سازی اندام جنسی زنان منجر میشه. به این بهانه که زنان تحت کنترل قرار، سکسوالیته زنان و رفتار جنسی زنان تحت کنترل قرار بگیره. به چه معنا؟ به این معنا که زنان تا زمانی که مجوز برقراری رابطه جنسیشون صادر نشده نمیتونن به اصطلاح اون مفهوم حالا افسانه‌ای بکارت یا ویرجینیتی رو از بین ببرن در یک رابطه جنسی با کسی که دلشون میخواد شریک بشن، و به همین دلیل محدودیتی به نام ختنه یا حالا ناقص‌سازی اندام جنسی زنان صورت میگیره که یک خشونت شدید هست، برای اینکه راه‌های برقراری رابطه جنسی برای زنان بسته بشه و به اصطلاح بیش از هر چیز رفتار جنسی زنان تحت کنترل مردان و خانواده قرار بگیره که حتی برای نوع رابطه عاطفی عاشقانه و جنسی اونها تصمیم گیری میکنن. البته در مواردی هم مسئله ختنه زنان یا ناقص‌سازی اندام جنسی که حالا بعداً شاید بهش بپردازیم، برای به اصطلاح افزایش لذت جویی در شریک های جنسیشون که اغلب هم مرد هستن، این شریک های جنسی طبعا صورت میگیره، که این یک نوع دیگه از ختنه زنان هست که در حالا به صورت جراحی های زیبایی الان خیلی هم مد شده در ایران به خصوص اتفاق میفته و طی این جراحی ها خب هیچ کسی زنان رو مجبور نمیکنه که ختنه زنان انجام بدن، ولی وقتی که اونها در رابطه قرار میگیرن به این نتیجه میرسن که برای اینکه بیشتر بتونن در اون رابطه به اصطلاح دهنده لذت باشن، لذت ببخشن به مردی که در اون رابطه باهاشون شریک جنسیشون و شریک عاطفیشونه، باید
به نوعی از همون به اصطلاح ناقص‌سازی اندام جنسی که تحت عنوان جراحی های زیبایی الان ازش نام برده میشه دست بزنن. به طور خلاصه منشأ لذت بخشی به مردان باشن تحت یک کنترل شدید مردانه. آیا این عملی که انجام میدن به اعتقاد یعنی خاص یک مذهب خاصیه؟ ریشه مذهبی نداشته، یعنی به صورت تاریخی یه منشأ تاریخی ناقص‌سازی اندام جنسی زنان که نگاه میکنیم میبینیم که نه در یهودیت، نه در مسیحیت و نه در اسلام به طور مشخصا ریشه ای نداشته که مثلا برگرده به خود این مذاهب. بیشتر از این چیزی که بخواد بگیم ریشه مذهبی داره، به نوعی میتونیم بگیم که در همون سنت ها و فرهنگ های پاتریارکا یا پدرمرد سالارانه ریشه داره. اما در بین مثلا اقلیت یهودی در اتیوپی دیده میشه که عمل به اصطلاح ختنه زنان اتفاق میفته، صورت میگیره، یا در این سنت در مسیحیت وجود نداره، ولی ما میبینیم که مثلا در مصر یک سری از حالا افرادی که این کار رو انجام دادن و میدن پیرو به اصطلاح مسیحیت بودن. همینطور در اسلام هم همینطوره. اما واقعیت اینه که ارزش‌های پدرمرد سالارانه تحت تاثیر آموزه های زن ستیزانه ای که مثلا در برخی مذاهب هست از جمله در اسلام میتونه تقویت بشه. به هر حال بکارت زن که حالا یک افسانه پدر سالار هم هست در مذهب اسلام یک اصل، و میبینیم که این مسئله چطور تونسته در حتی در جامعه ایران هم بازتولید بشه، به صورت یک ارزش نهادینه بشه. و طبعا وقتی که بکارت در یک آموزه هایی بازتولید میشه، به طبع اون میتونه مسئله ناقص‌سازی اندام جنسی هم پررنگ تر بشه، به صورت حالا یک به اصطلاح خشونتی که علیه زنان صورت میگیره. اما نه، به طور کلی نمیتونیم بگیم که ریشه در مذاهب داره، بیشتر یک جنبه فرهنگی بسیار بسیار قوی داره که در فرهنگ پدرمرد سالارانه ریشه داره. تو چه کشورهایی اصولا بیشتره؟ در حالا اگر بخوایم بگیم که مشخصا در چند تا کشور، حدودا بر اساس چیزهایی که حالا من خوندم در 30 کشور همچنان مسئله ناقص‌سازی اندام جنسی زنان اتفاق میفته متاسفانه. حتی سازمان‌های خیریه در اروپا اینطور تخمین می‌زنن که مثلا 600 هزار تا 1 میلیون از زنان و دختران که در اروپا حتی دارن زندگی می‌کنن قربانی مسله کردن اندام جنسی بودن. اما نمیتونیم بگیم که حالا الزاماً در همه کشورهای مثلا اروپایی هر فردی که حالا بتونیم بگیم در بین مهاجران الزاماً این مسئله وجود داره. من دوست ندارم این رو تعمیم بدم. اما بیشتر در کشورهای این مسئله، یا حالا بگیم در جوامع این مسئله دیده میشه این نوع خشونت علیه زنان وجود داره، که خب فرهنگ ناموسی در اونها قوی تره و علاوه بر فرهنگ ناموسی قوانینی که وجود دارن متاسفانه حمایت نمی کنن از زنان در برای مبارزه با این نوع خشونت. مثلا در مصر ما میدونیم که این ریشه تاریخی مسله کردن اندام جنسی زنان به مصر برمیگرده، ولی 1997 در مصر قانون تصویب شد و این نوع خشونت ممنوع شد. بنابراین در کشورهایی که ممنوعیت قانونی اومده علیه این نوع خشونت، خب طبعا بیشتر مقابله شده، ولی در کشورهایی که این ممنوعیت های قانونی وجود نداره مثل سومالی که بیشترین میزان ناقص‌سازی اندام جنسی زنان در اون صورت میگیره، خب طبعا ما متاسفانه با این نوع خشونت بیشتر روبرو هستیم، بیشتر مواجه هستیم. در ایران هم در استانهای کردستان، خوزستان، بوشهر خیلی بیشتر دیده میشه. و البته نمیدونم اگر سوال دیگه ای ندارید من توضیح بدم چرا در این مناطق بیشتر هست، ولی اگر نه من سکوت میکنم و سوال دیگه ای شما رو میشنم. نه خواهش میکنم ادامه بدید، چون فقط میخواستم ببینم که اتفاقا ازتون بپرسم تو ایران هست و اگه هست قانونی آیا بر علیه اون وجود داره یا نه.
متاسفانه در ایران مثل همه بیشتر موارد که درباره حقوق زنان حالا بخوایم صحبت بکنیم، قانون در این باره اعلام موضع نکرده و نه تنها این اتفاق نیفتاده، من در گفتگویی که با برخی از فعالان حقوق زنان در کردستان داشتم در زمینه خشونت‌های ناموسی و مسئله به اصطلاح ختنه زنان، اونا میگفتن، یعنی کسانی که سالهاست دارن در این زمینه کار میکنن، مبارزه میکنن با این مسئله، میگفتن نه تنها در این زمینه هیچ نوع حمایت قانونی یا بازدارندگی قانونی وجود نداره، بلکه یک جورایی هم دولت و حکومت ایران این مسئله رو تقلیل داده به یک موضوع فرهنگی و قومی قومیتی و اصلا نخواسته ورود بکنه. یعنی اگرم فعالای حقوق زنان بخوان به این مسئله ورود بکنن، به این ترتیب توجیهش میکنه که این یک مسئله فرهنگی قومی قبیله‌ای، اصطلاح بسیار کلیشه‌ای قومی قبیله‌ای هم به کار میبرن و ما نباید ورود بکنیم، مسئله خودشونه. ببینید جایی که مسئولیت داره دولت وارد نمیشه و این رو تقلیل میده به یک موضوع اتنیکی، به یک موضوع به قول خودش فرهنگی اتنیکی، در حالی که اگر هم فرهنگی باشه که هست، ریشه در فرهنگ پدر مرد سالارانه داره، نه در یک فرهنگ یک حالا گروه اتنیکی خاص. در مناطقی از ایران داریم میبینیم بیشتر این مسئله دیده میشه که اتفاقا جز مناطق محروم هستن، یعنی به حاشیه رونده شدن از طرف دولت و از طرف حکومت، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر فرهنگی. مناطقی هستن که به شدت دچار محرومیت هستن، به شدت تبعیض ساختاری در اون مناطق زیاد، ببخشید تبعیض اتنیکی در اون مناطق زیاد، تبعیض و نابرابری های اقتصادی در اون مناطق بیداد میکنه و همین محرومیت هایی که ایجاد میشه به مراتب میتونه باعث افزایش خشونت علیه زنان بشه و نبود قانون و همینطور که گفتم اون رویکرد دولت و حکومت که میگه این مسئله یک مسئله قبیله‌ای و به اصطلاح اتنیکی هست، باعث میشه که اصلا راه های مبارزه با این مسئله هم برای فعالان مدنی حتی بسته بشه. البته در گفتگو با فعالان کرد این گزارش هایی که میدادن به این شکل بود که اینها اظهار امیدواری میکردن که به مقدار بسیار زیادی تونستن در کردستان با خشونت ناقصسازی اندام جنسی زنان مبارزه بکنن، فعالان مدنی کرد، ولی تاکید میکردن که خیلی خیلی راه سختی رو داشتن بدون هیچ گونه حمایت قانونی، نه تنها هیچ حمایتی نداشتن بلکه خب همونطور که میدونیم با سرکوب های فراوان هم روبرو بودن. خانم ارشاد، من تقریبا فکر کنم یه هفته یا ده روز پیش بود تو رادیو سوئد یک خبری بر مبنای این که آقای ماتیاس ولین، حقوقدان اداره امور اجتماعی، چیزی رو مطرح کرده، این که کسایی که یعنی در حتی سوئد هم دوختن پرده بکارت مطرحه، حتی 30,000 کرون پزشکایی هستن که میگیرن و این کار رو انجام میدن و خب ما تا اونجایی که می و مطرح کردن که اصلا چیزی به نام پرده بکارت معنی نداره و این کار اگه صورت بگیره حتی امکان داره که جواز پزشکیشون ازشون گرفته بشه. در این مورد میتونی اصلا در جامعه سوئد یه مقدار توضیح بدین؟ ببینید باز هم این دو در ارتباط بسیار نزدیک با هم دیگه هستن دیگه، یعنی اون چیزی که باعث به اصطلاح هر دوی این نوع خشونت های علیه زنان میشه همون نگاهی هستش که زن رو، اولا بدن و سکسوالیته زن رو در کنترل مردان میدونه و بعد زن رو ابژه جنسی میدونه، یعنی تقلیل دادن زنان به یک ابژه جنسی باعث میشه که راهکارهایی از جمله مثلا به اصطلاح ترمیم پرده بکارت حتی در سوئد
در حالا یک افرادی در از طرف افرادی صورت بگیره و این به نوعی سوء استفاده اقتصادی هم میشه. یعنی علاوه بر اینکه اون نگاه اون روی کرده زن ستیزانه اینجا وجود داره، ما میبینیم که اتفاقا حتی در جامعه‌ای مثل سوئد هم با اینکه ارزش‌های فمینیستی به نسبت در این جامعه هم قوی هستن، ولی با این همه اون مسئله 30,000 کرون که مطرح میشه، ما میبینیم که بله، این خودش مسئله ابژه جنسی قرار دادن زن به مزاق بازار هم همچنان خوش میاد و حتی قوانین بازدارنده در این کشور هم نتونستن منجر به این بشن که این اتفاق نیفته. خب به شکل بسیار گسترده تر این مسئله، یعنی ترمیم پرده بکارت در ایران ما میدونیم که اتفاق میفته و هر چقدر هم این تفکر وجود داشته باشه که به هر حال پرده بکارت یک افسانه است، پرده بکارت اصلا وجود نداره و البته الان هم در این باره خیلی داره صحبت میشه، به نظر میرسه که از اون طرف آموزه های دیگه ای هستن که دارن در مقابل این آموزه ها، این اطلاعات باز تولید میشن در جامعه ایران یا حالا در بین افرادی که حتی در جامعه سوئد میرن این کار رو انجام میدن، که اون آموزه ها خیلی خیلی قوی ترن. یعنی جا انداختن این تفکر که زنها منشأ لذت دادن به مردان هستند. خب به هر حال در دین اسلام این مسئله، چون شما به مذاهب اشاره کردید، اینجا دیگه واقعا باید اشاره بکنید، در دین اسلام این مسئله خیلی قویه. یعنی زنان در دین اسلام اتفاقا منشأ لذت‌جویی هستن برای مردان و البته برای مردانی که زنان به اونها به اصطلاح تعلق دارن و این مسئله خودش تقویت کننده نگاه های دیگه ای هست، از جمله اینکه خب پرده بکارتی وجود داره. چرا وجود داره؟ به خاطر اینکه یک، دست نخورده بودن داخل گیومه، میگم این عبارت های ببخشید بسیار بسیار احمقانه و باکره بودن و ویرجین بودن زن چرا مهمه؟ مهمه برای اینکه بتونه نشون بده که جز مایملک مرده، یعنی پیش از اینکه با این مرد در ارتباط باشه با هیچ کس دیگه در ارتباط نبوده، یعنی ناموس اون مرده حفظ شده توسط پدرش، برادرش، عموها، عموزاده ها و بعد به دست مرد دیگه ای سپرده شده. حالا که با موفقیت این ناموس حفظ شده و به دست مرد دیگه ای سپرده شده، اگر چنانچه اون مرد لذت جنسی کافی از این زن نبره، خب این زن باید به نوعی حتی بدن خودش رو تغییر بده. یعنی تعریف همون لذت جنسی رو هم اون نگاه پدر مرد سالارانه هست که داره تعریف میکنه. چه کسی میتونه تعیین بکنه که بکارت وجود داره یا نه؟ همین نگاه پدر مرد سالارانه. چه کسی میتونه تعیین بکنه که لذت جنسی چی هست؟ مرده که باید لذت جنسی رو ببره، مرده که باید از چه نوع اندام جنسی لذت ببره. تمام این به اصطلاح استانداردها رو اون ارزش‌ها و اون فرهنگ پدرمرد سالارانه داره تعریف میکنه و به دو دلیل زنها هم در اون چرخه قرار میگیرن. یک، به دلیل اینکه ممکنه این آموزه ها در خود زنها هم باز تولید شده باشه به خاطر اینکه آگاهی های دیگه بهشون نرسیده. دو، اتفاقا دومی خیلی قوی تره، به خاطر اینکه تحت خشونت روانی هستن، به خاطر اینکه اگر این کار رو انجام ندن ممکنه با انواع خشونت های اقتصادی حتی مواجه بشن. مثل تمکین نکردن دیگه، در دین اسلام وجود داره زنی که همسرش رو تمکین نکنه حتی مستحق این هستش که خشونت فیزیکی هم حالا در حد نرم حتی باش بشه یا به اصطلاح خشونت های اقتصادی. بنابراین اگر میبینیم که این اتفاق میفته، زنان حتی اگر خودشون هم پیش قدم بشن، که من الان فکر میکنم در بسیار موارد ممکنه خودشون پیش قدم بشن، ولی علت این مسئله برمیگرده به این که این یک خشونت بسیار بسیار سیستماتیک هست علیه زنان و خشونتی هستش که انواع خشونت‌های دیگه رو هم در پس خودش مخفی کرده. خشونت اقتصادی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت فیزیکی و و و و و به همین دلیل اتفاقا بسیار مهم هستش که
منابع قدرت زنان از نظر اقتصادی، از نظر دسترسی به بازار کار، تحصیلات، منابع علمی، اطلاعاتی قوی بشه. این منابع هرچی بیشتر بشه، احتمال اینکه این زنان بتونن به خواسته های این به اصطلاح فرهنگ پدر مردسالارانه نه بگن بیشتره. دو، مردان در این زمینه اتفاقا آموزش ببینن. این هم بسیار بسیار مهم هست، برای اینکه ما نمیتونیم منتظر بشیم که فقط زنها به اصطلاح ما توانمند بشن. حالا زنها خیلی هاشون هم ممکنه توانمند باشن، ولی اون تفکر در اون مردان باید تغییر بکنه. خشونت های ناموسی از جمله مثلا به اصطلاح مجبور کردن زنان به باکره بودن، مجبور کردن زنان به ترمیم پرده بکارت، مجبور کردن زنان به تن دادن به اصطلاح ناقص سازی اندام جنسی، بخشیش در به این برمیگرده که مبارزه با این خشونت رو ببرمیگرده که ما این نگاه رو در مردان تغییر بدیم. گزارش های خیلی جالبی اواخر اتفاقا در رادیوی سوئد داره منتشر میشه درباره اینکه مردان درباره پرده بکارت چطور فکر میکنن، و خب تکان دهنده است. حتی آدم اگه کامنت ها رو بخونه میبینه که بسیار بسیار جای کار داره، میبینه که اون نگاه میل به کنترل سکسوالیته و بدن زنان هنوز در بسیاری از مردان قوی هست. اگر این آگاهی در مردان هم بالا نره، و مهمتر از اون اگر مسئله حمایت قانونی در اینجا مطرح نشه یا قانون بازدارنده مطرح نشه، ما متاسفانه نمیتونیم به این زودی ها امیدوار باشیم که با این نوع خشونت مبارزه بکنیم. قطعاً باید قوانینی مثل قوانین که الان شما بهش اشاره کردید، هم در رابطه با پزشکانی که این کار رو انجام میدن به نظر من وجود داشته باشه، و هم حتی در ارتباط با خانواده هایی که بچه ها رو دخترانشون رو مجبور میکنن، یا مردانی که همسرانشون رو مجبور میکنن که تن بدن به اصطلاح ترمیم به اصطلاح پرده بکارت. یا اشاره کردم ابتدای صحبت ها انواع جراحی های زیبایی که در ایران الان وجود داره، زنان حالا به خواست خودشون ظاهرن، ولی قطعا به خاطر همون فشار ارزش های پدر سالارانه است، مرد سالارانه است، به خاطر اینکه احتمالا از همسرانشون تحت فشار قرار گرفتن، اعتماد به نفسشون نسبت به بدنشون از بین رفته و احساس میکنن که اولا نباید زایمان طبیعی داشته باشن، چون این تفکر دوباره یک افسانه وجود داره که اگر شما زایمان طبیعی داشته باشید اندام جنسی شما دیگه به شکل اول بر نمیگرده. خب اولا که بر نگرده، خب طبیعت دیگه، اندام جنسی مثل پوسته و خیلی اتفاقای دیگه ممکنه بیفته. ببینید این روند طبیعی بودن بدن زن در فرهنگ پدرسالارانه، فرهنگ مردسالارانه ازش گرفته شده. زن این حق رو نداره که طبیعی زندگی بکنه. بنابراین این توهم القا میشه که اولا زنان زایمان طبیعی نداشته باشن. بسیاری از زنان الان در ایران تن نمیدن به زایمان طبیعی، بیشتر هم به این دلیل که به غلط فکر میکنن اندام جنسیشون شکلش عوض میشه و غیره و غیره و غیره. و بعدم یه تعداد زیادی از زنان، حالا نمیدونم دقیقا چقدر، ولی تن میدن به جراحی های زیبایی برای اینکه شکل اندام جنسیشون رو تغییر بدن، که این مسئله باعث بشه که رابطه جنسی با به میل همسرانشون رو داشته باشن. خب قطعا اینا تحت فشار هستن از سمت یک فرهنگ پدر مرد سالارانه زن ستیزانه. اگه شما صحبتی دارین من دیگه سوال خاصی نمیتونم بکنم، چون واقعا زمان محدوده، سوال میگم بسیار زیاده. من ممنونم از شما، تشکر میکنم. نه من صحبت زیادی ندارم و امیدوارم که ما بتونیم در زمینه آگاهی بخشی به زنان و مردان درباره مبارزه با فرهنگ ناموسی قدم‌های بزرگی رو، بزرگتری رو برداریم، تا جایی که بتونیم به این به اصطلاح امیدواری سازمان ملل به نوعی حالا کمک بکنیم که تا دهه آینده، دست کم حالا تا 2000 تا سال تا 10 سال دیگه که دیگه میسر نمیشه، ولی دست کم تا دو دهه آینده دیگه ما شاهد انجام اعمال خشونت آمیزی مثل ناقص سازی اندام جنسی زنان و به تبع اون ترمیم چیزی به نام پرده بکارت نباشه.
متاسفانه اون چیزی که مطرح کردین قشر بسیار محدودی از جامعه ایران هستن که تن به این کار میدن و دقیقا توضیحی که دادین درسته، چون من دقیقا با اینا سر کار داشتم. به انضمامی که متاسفانه زنان جامعه ما خیلی از قدیم به خاطر عدم درک آگاهی جامعه به خصوص مردان جامعه، چون میدونین که اگه مسئله حلقوی بودن و کاروی بودن پرده بکارت باشه اصلا اون چیز رو نخواهند داشت، یعنی زنان جامعه ما قربانی مسائل در واقع شدن که عدم آگاهی حتی از وجود خودشون که بتونن توضیح بدن که چرا مثلا اصلا اولا که پرده بکارت اصلا مفهومش یه چیز زائدیه بماند، مسئله اینه که افرادی که متهم می شدن و هیچ وقت قبلا سکسوالیته در واقع سکس رو تجربه نکرده بودن و اینا در تمام زندگیشون داشتن زجر می کشیدن از این مسئله که مورد سرکوب قرار می گرفتن. ببینید نکته‌ای که میگه خیلی مهمه، اصلا آگاهی جنسی در درستی اشاره کردی در جامعه ایران خیلی پایینه. یک موردش خب مسئله به اصطلاح عدم آگاهی درباره افسانه پدرسالاری به نام پرده بکارته، ولی در موارد دیگه مثل اینکه مسئله حالا اورگاسم جنسی یا حالا رضایت جنسی زنان در رابطه، خب اطلاعات و آگاهی هم مردان هم زنان در جامعه ایران درباره در این باره خیلی خیلی پایینه و موارد بسیار زیاده دیگه. یعنی متوجه میشم که منظور شما کاملا هم دارید درست اشاره میکنید، ولی برخی از این نوع عدم آگاهی ها دیگه به خشونت های خیلی خیلی شدیدی منجر میشه. دقیقاً که دیگه باید عکس العمل نشون داد و خوشبختانه داریم میبینیم که در یکی دو سال اخیر به ویژه بحث مسئله پرده بکارت از طرف فعالان حقوق زنان در ایران خیلی خوب داره دنبال میشه. و اما من تصور میکنم باید در به اصطلاح به موازات مبارزه با فرهنگ ناموسی با این مسئله برخورد بشه. خب ما تا زمانی که در مبارزه با فرهنگ ناموسی دچار کلیشه ها باشیم و تا زمانی که فقط وقتی یک قتل اتفاق میفته به شکل قتل رومینا وارد عمل بشیم در حوزه حقوق بشر و رسانه ها، متاسفانه نمیتونیم به صورت جدی با مصادیق مختلف فرهنگ ناموسی از جمله ضرورت باکره بودن و غیره و غیره مبارزه بکنیم. خیلی ممنون از شرکت شما در این برنامه. من از شما ممنونم. تشکر.